تمام سپاسم از آن کسی است که به من نیازی نداشت، اما فراموشم نکرد. کوروش بزرگ. ببخشید. ویلیام شکسپیر. علی آقای کریمیه دیگه. سلام، من نوید هستم و با قسمت 41 از تاریخ به روایت هرودوت در خدمت شما. تو این قسمت به بهانه همین استوری اشتباهی که علی کریمی خیلی وقت پیش تو پیجش منتشر میکنه، میخواییم ببینیم که آیا هرودوت این مورخ یونانی هم این علی آقای کریمی سخنی که مربوط به کس دیگه بوده رو از قول کوروش بزرگ بیان میکنه یا داستان چیز دیگه ای. و البته اصل داستان که مربوط میشه به جغرافیای تاریخی. اگه دوست داری مو به تنت سیخ بشه، تا انتهای برنامه همراه من باش. سلام مجدد خدمت شما عزیزان و همراهان خداینامک. با یه قسمت دیگه از تاریخ به روایت هرودوت در خدمت شما، البته بعد از 2.5 ماه تاخیر که عذر مراجعم برای این تاخیر طولانی مدت دارم که دلیلشم یکی بیماری 1 ماهه‌ای بود که درگیرش بودیم، حالا نمیدونم آنفلانزا بود یا این سوی جدید کرونا، هلوش 1 ماه هم خودم هم خانواده درگیرش بودیم و بعد اونم تولید مجموعه مستند تراژدی مهسا بود که اونم 1.5 ماه درگیرش شدیم، هم تولیدش هم انتشارش، و الان دوباره برگشتیم سر روال قبل و امیدوارم که این برنامه جبران اون 2.5 ماه تأخیر باشه، چون قراره مطالب خیلی خیلی زیادی رو، نکات خیلی خیلی مهمی رو درون این برنامه بگیم که حتما اونایی که علاقمند به تاریخ و جغرافیا و واقعیت ها و اون حقایق پنهان شده عدید ما هستن رو خیلی خیلی خوشحال میکنه. اما همونطوری که توی ابتدای برنامه دیدید، یه اشاره‌ای به اون استوری قدیمی آقای علی کریمی کردیم که تو اون آقای کریمی بدون اینکه آگاهی و آشنایی داشته باشه با تاریخ، نویسندگان، شاعران، بزرگان، یه اسمایی رو شنیده، یه صحبتایی هم اینجوری تو فضای مجازی دیده، یه جمله‌ای رو خوشش اومده، حالا جایی دیده، خونده که اینو منتسب کردم به کوروش. ایشون هم میاد همینجوری همون رو نقل قول می‌کنه و می‌زنه کوروش بزرگ، در حالی که خب اصل داستان اون جمله مربوط بوده به شکسپیر. حالا توی این قسمت از تاریخ به روایت هرودوت که میخوام خدمتتون ارائه بکنم، هرودوت هم یک جمله‌ای رو، یک داستانی روایتی رو از قول کوروش بزرگ نقل میکنه که با هم خواهیم دید داستانش چیه و ما رو به کجا این موضوع خواهد کشون. پس بدون فوت وقت میریم ببینیم که آقای هرودوت برامون چی داره. خب توی قسمت قبلی راجع به آداب و رسوم ایرانیان یا پارسیان از قول هرودوت براتون گفتیم و رسیدیم به بند 141 که هرودوت داستان رو دوباره برمیگرده سر خونه اول، یعنی سر اصل موضوع و اون لشکرکشی که کوروش به سرزمین آسیای صغیر یا لیدیه داشته. خب هرودوت اینطوری ادامه میده که پس از تسخیر لودیا به دست ایرانیان یا همون پارسیان، دوباره تکرار میکنم کلمه ایرانیان تو متن یونانی و انگلیسی پرشیه هستش و ایرانیان نیستش، بله، به دست ایرانیان ایونی ها و اولی ها نمایندگانی نزد کوروش به سار فرستادن و گفتن آمادن تا با همه شرطی که از کرزوس اطاعت میکردن سر به فرمان کوروش گذارن. خب داستان چه قراره برای اونایی که اون قسمت قبلی رو ندیدن و یا خاطرشون نیست؟ اینجا یه دوباره داستان رو تعریف میکنیم. کوروش یه لشکرکشی میکنه به آسیای صغیر، به سرزمین لیدیه، کرزوس شاه اونجاست، کرزوس رو میگیره اسیر میکنه، بعد یه داستانای بین کرزوس و کوروش پیش میاد و کوروش کرزوس رو میبخشه و میکنتش مشاور خودش. حالا یک سری اقوام دیگه هم توی همون هول و هوش لیدیه بودن یا توی همون سرزمینی که تحت کنترل جناب کرزوس بوده. کوروش قبل اینکه لشکرکشی بکنه به لیدیه به اونها پیغام میفرسته که تسلیم بشین، بیاین با من پیمان ببندین. هیچ کدومشون قبول نمیکنن و حالا بعد اینکه میبینن کرزوس که گندشون بوده شکست میخوره کوروش، همشون میان پیغام میفرستن که آقا کوروش ما حاضریم که از فرمان تو اطاعت بکنیم. حالا کوروش جواب بهشون میده. کوروش به سخن آنان گوش داد و آنگاه با نقل قصه زیر با آنان پاسخ گفت. این همون قصه ای که قرار راجبش صحبت بکنیم و ببینیم ما رو به کجا خواهد برد.
روزی یک نیزن ماهیانی در دریا دید و پنداش با نیزدن میتواند آنها را به ساحل بکشاند. وقتی موفق نشد توری برداشت و ماهیان بسیاری را صید کرد. وقتی جست و خیز ماهیان را بر خاک دید با آنها گفت حالا دیگر رقصیدن چه سودی دارد؟ میبایست وقتی که نی میزدم میرقصیدید. خب حالا این داستان همینجا داشته باشین، میریم جلو و بعد دوباره برمیگردیم به پاورقی که جناب آقای ساقطفر اینجا برامون قرار داده و اون پاورقی رو با هم مرور میکنیم. بله، شاه ایران از آن رو این حکایت اخلاقی را گفت تا به ایونی ها و اولی ها بفهماند که قبلا به پیشنهاد اتحادش علیه کرزوس اعتنایی نکردند و اکنون که پیروز شده است چنین میکنند. در واقع کوروش به علت خشمی که نسبت به آنان داشت چنین پاسخ داد. هنگامی که شهرهای ایونی این پاسخ را شنیدند، هر یک به گرد شهر خود باروی کشیدند و در معبد پانیونیون گرد هم آمدند. غیر از شهر میلتوس، زیرا فقط ملتی ها قبلا با همان شرایطی که با کرزوس لودیایی پیمان داشتن با کوروش متحد شده بودند. ایونی های دیگر به اتفاق آرا تصمیم گرفتن سفیرانی به اسپارت بفرستن و کمک بخواهند. خب توی این بخشم که ادامه پاراگراف بود دو تا نکته وجود داره. یکی پانیونیون که توی برنامه بعدی راجبشون خیلی صحبت میکنیم، یه اتحادیه هستش بین یونانی ها که میشه حامیان یونان یا همون پانیونانی ها. و مورد بعدی هم این که آقا اینا مثل اون داستان قبلی که راجبش صحبت کردیم، هر موقع گیر میکردن و زورشون به دشمنشون نمیرسیده سری میرفتن سراغ چی؟ سراغ اسپارتا. انگار این اسپارتا یک بزن و یا به قول معروف گندلاتشون بودن. اما اصل داستان و موضوع این برنامه که بهانه ای هستش که کلی اطلاعات و نکته رو امروز خدمت شما عرض بکنم و اونم چیزی نیست جز پاورقی 132 که مترجم فرانسوی جناب آقای بارگه برای ما به یادگار گذاشته و جناب آقای ساقطفر هم مترجم فارسی به این شکل آورده. اصل قصه از ازوپه است در داستان صیاد نیزن که لافونتن در داستان ماهیان و چوپان نینواز آن را تکرار کرده است. خب لافونتن که یه حکایت نویس فرانسوی هستش، آقای ازوپه هم که مترجم اومده اینجا گفته این داستان حکایتی که کوروش داره بیان میکنه مربوط به ایشونه. این ازوپه هم یکی از داستان سرایان و قصه گوهای کهن هستش که قبل از کوروش میزیسته. هم البته اینطوری بگیم بهتره، در بازه زمانی که کوروش زندگی میکرده ایشون بوده، ولی قبل از این که کوروش به لیدیه برسه یا لیدیه رو فتح بکنه آقای ازوپ از دنیا رفته. اگه اشتباه نکنم نزدیک 10 تا 20 سال قبل از این که کوروش پاش به لیدیه برسه آقای ازوپ میره. خب اینجا چند تا نکته پیش میاد، چند تا مطلب هست. یکی اینکه آیا جناب آقای بارگه مترجم فرانسوی داره این داستان رو الکی به ازوپ نسبت میده؟ چون ما کتابی مستقیما از خود ازوپ نداریم و نقل قولهای مختلفی هستش. حالا جلوتر راجع به ازوپ بیشتر صحبت میکنم. یا اینکه نه، این واقعا داستان مربوط به ازوپ هستش و کوروش این قصه عامیانه رو از ازوپ شنیده و اینجا داره استفاده میکنه، که خود این مسئله یه نکات ریزی داره در ارتباط با جغرافیا که قبلا هم راجع بهشون صحبت کردیم. و به اون بهانه و خود این کاراکتر ازوپ ما میایم چیکار میکنیم؟ یک سری واقعیت هایی رو امروز خدمتتون ارائه میکنیم که تا این لحظه هیچ کس، به جرات میگم هیچ کس، تا حالا ازشون صحبتی نکرده و البته 100% هم در تکمیل کلیه صحبت‌هایی هستش که پیشتر تو برنامه مختلف در ارتباط با جغرافیای تاریخی صحبت کردیم. چون اونایی که دنبال میکنن کانالو میدونن که بر اساس اعتقاداتی که ما داریم، باور ما و تحلیل و نتیجه گیری‌هایی که کردیم، جغرافیای باستانی یونان، اون چیزی که امروز میگن یونان امروز، نمیتونه باشه. یعنی یونان باستان به هیچ عنوان با یونان امروز منطبق نیست و جاش و جغرافیاش جای دیگه‌ای بوده. یه مقدار نزدیکتر
در اون حوالی که خدمتون جلوتر خواهم گفت. حالا اول بریم یه صحبتی رو بکنیم راجع به اینکه آیا این صحبت حکیمانه ای که کوروش میاد انجام میده برای تشر زدن به اون یونانی ها آیا مربوط به خود کوروشه یا نه مربوط به ازوبه. توی کتاب هرودوت، تاریخ هرودوت، ما چیز خاصی در این ارتباط نمیبینیم. یعنی اینجا هم که داره این صحبت رو میکنه میگه کوروش یه حکایتیه، عامیانه ای رو، یه حکایت پندآمیزی رو به ایونی ها میگه که همون داستان صیاد نیزن هستش، ولی جای دیگه ای اصلا نه از ازوب نام میبره. البته تنها یه جا هستش که اگه اشتباه نکنم کتاب دوم بند 134 میشه، اونجا میاد یه اشارهی به ازوب میکنه که میگه ازوب یه بردهی بوده، یه غلامی بوده که در سارد زندگی میکرده. و هیچ اشارهی به اینکه این شخصیت کی هست و چی هست آقای هرودوت در کتابش، در مجموع کتابی که داره، نمیکنه. خب پس ما مستقیما از هرودوت، از متن هرودوت نمیتونیم چنین برداشتی رو بکنیم که آیا این صحبت برای کوروش هست یا برای کس دیگه‌ای بوده. اما اگه این داستان مربوط به ازوب باشه، یعنی همونطور که مترجم اینجا عنوان میکنه این قصه رو ازوب گفته، مثلا اینجاست که آقای ازوب کجا بوده، این قصه رو کجا گفته و این داستان چجوری به گوش کوروش رسیده. چون اگر بریم و دنبال اصلیت جناب آقای ازوب بگردیم میرسیم به این موارد. تو منابع مختلف مکانهای مختلفی رو برای ازوب آوردن، یکی مسمبریا تو تراکیه، دومی فریگیه که خیلی مهمه اینو تو ذهنتون حتما داشته باشین، سومی سارد یا لیدی و آخری هم ساموس. و البته یه مورد دیگه هم هست که جلوتر بهش میپردازم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر ما بپذیریم جناب آقای ازوب از اهالی همین نواحی که امروز میگن توی غرب ترکیه است بوده، اون موقع باید به این سوال پاسخ بدیم که چطوری یک فردی مثل کوروش که از اهالی پارس بوده، یعنی این محدوده، این داستان که تازه زمان خود ازوب بوده که نقل شده و همونطوری هم که گفتم این قصه گو یعنی ازوب هم عصر و هم دوره خود کوروش بوده، چطور میشه که قصه ها و حکایت هایی که این آقا توی این محدوده یعنی غرب ترکیه امروزی تعریف میکنه خبرش به کوروش برسه؟ چون که حتی امروز هم با وجود تمام پیشرفت هایی که در ارتباط با ابزار ارتباط جمعی بشر داشته، ما از قصه ها و روایت های محلی 4 کیلومتر اونورتر خودمون هم خبر نداریم یا به سختی مطلع میشیم. حالا چطوری میشه که یه نفر در پارس، مرکز ایران، از قصه هایی که یک فردی در غرب ترکیه گفته مطلع میشه؟ این خودش جای سواله. ولی اگه همونطوری که قبلا هم تو برنامه پیشین گفتیم جغرافیا و موقعیت لیدی و سارد باستانی منتقل بشه به این نواحی که اینجا تو نقشه براتون روشن کردیم، اون موقع یک مقداری این داستان باورپذیریش راحت تر میشه. حالا این وسط هم اینم اضافه بکنم که آیا امکانش هست قصه های عامیانه‌ای که مثلا در غرب ترکیه وجود داشته به یه طریقی، حالا هر طریقی که فکرش میکنید، این به گوش کوروش بزرگ هم رسیده باشه و ایشون هم وقتی اونجا توی اون موقعیت قرار میگه از همون حکایت ها استفاده کرده؟ این امکانش هست؟ بله، میتونه به طرق مختلف این اتفاق افتاده باشه. ممکنه اصلا وقتی که کوروش در سارد حضور داره تو همون مدت کم یه سری از این روایت ها و قصه ها رو شنیده باشه، این یکیشه. یکی دیگه این که چون ارتباط خانوادگی بین شاه ماد که کوروش در پیوند خونوادگی با شاه مادم هست، حالا هرودوت که میگه اصلا نوه دختری شاه ماده، با لیدی ها، با خاندان لیدی، اینا پیوند خانوادگی هم داشتن، میتونه این پیوند ها هم باعث بشه که یه سری از فرهنگ ها و قصه های عامیانه لیدی ها به گوش کوروش هم رسیده باشه. این ها هم احتمالش هست، منکر این نمیشیم. ولی مسئله اینجاست که ما باید تمامی این حالت ها رو در نظر بگیریم و در نظر داشته باشیم که رفت آمد این اخبار و داستان ها و قصه های عامیانه اینقدر راحت هم نبوده. یعنی یه مطلب رو یه جایی خوندیم، یکی یه چیزی رو گفت، همینجوری قبولش نکنیم، یه مقدار راجبش فکر بکنیم که
ببینیم آیا احتمالات و گزینه‌های دیگه هم وجود داره یا نه، که حالا با ادامه دادن داستان میخوایم برسیم به اون حالتهای دیگه. یکی شما گفتیم که باید توی این جغرافیا باشه، یعنی جغرافیای نزدیکتر. این جغرافیای نزدیکتر کمک میکنه که اخبار اون مناطق توی اون بازه زمانی 2500 سال پیش راحت تر و قابل قبول تر، قابل پذیرش تر به نواحی اطراف برسه. یعنی چی؟ یعنی که من به عنوان تهرانی امروز اخباری که توی کرج میفته رو، خب برای من اگه هیچ ارتباطاتی، یعنی تو عصر ارتباطات نباشیم، هیچ وسیله مدرنی رو در اختیار نداشته باشیم، اخباری که توی کرج میرسه زودتر به گوش من میرسه تا اخباری که مثلا در ترکیه یا مثلا استانبول روی داده و یه چیز طبیعیه. پس هرچی ما این جغرافیای باستانیمون نزدیکتر باشه داستان معقول‌تره. حالا میخوایم ببینیم که آیا این جغرافیایی که قبلا هم چندین سند ارائه کردیم در ارتباط با اینکه جغرافیای لیدیه باستان در نواحی شمال غربی ایران هستش، آیا درست هست یا نه، و چه بهانه‌ای بهتر از خود این جناب آقای ازوب و داستانی که پیرامونش شکل میگیره. حالا همونطور که دیدید توی اصالت، یعنی اصلیت جناب آقای ازوب، نقل قولای مختلفی بود، از لیدی و سارد گرفته، فریگیه گرفته تا جزیره ساموس و اینها، این مکانها رو عنوان کردن. و یک مورد دیگه که قرن 13 توسط یک راهبی به نام پلنیدوس که اهل بیزانس بوده مطرح میشه. ایشون میاد با ریشه‌یابی کلمه آزوب عنوان میکنه که ایشون، یعنی آزوب، معنی اتیوپیایی میده، یعنی حبشی، و اصالت این جناب آقای آزوب رو به حبشه میرسونه. خب این وسط این داستان میره جلو و یه اتفاقایی میفته و اونم اینه که این جناب آقای آزوب وقتی به شخصیتش و کاراکترش و اینها وارد بشین و داستانهاش رو دنبال کنیم، میبینی که تقریبا تمامی حکایتهایی که تا امروز ما شنیدیم، حکایتهای شیرین آموزندهی که در ارتباط با امور روزمره زندگیمون هست، مثلها، قصه ها و افسانه های مختلف، به عنوان مثال بخوام خدمتتون عرض کنم، داستان چوپان دروغو، داستان روباه و زاغ، و حتی اون قصیده‌ای که ناصر خسرو در ارتباط با عقابی که توسط تیری که پر خودش به انتهای اون وصل بوده شکار میشه و این مسئله معروف پیدا میشه که از ماست که بر ماست، و همینطور داستان کشاورز و فرزندانش و اون حکایت نابرده رنج گنج میسر نمیشود، همه اینها پیوند دارن با این جناب آقای آزوب و خیلی داستانهای دیگه که اگه خودتون دنبال بکنید، یه جستجویی بکنید در فضای مجازی، میتونید بهشون برسید. حالا نکته ای هست، از این داستان حبشه ما میرسیم به یه کاراکتر دیگه، یه کاراکتری که هم عصر با جناب آقای آزوبه، که کسی نیست جز لقمان حکیم. حالا ما توی شرق کسی رو داریم به نام لقمان حکیم که هم عصر و هم دوره جناب آقای آزوبه، و او هم مثل جناب آقای آزوب غلام و برده بوده و سرگذشتی که برای لقمان آوردن برای آزوب هم به نوعی آورده شده، یعنی غلامی که توسط اربابش آزاد میشه و اون طرف هم ما آزوب را داریم که توسط اربابش آزاد میشه، و چندین حکایتی که کاملا مشترک برای هر دوشون آورده شده. خب خیلی هم میگن که نه، لقمان و آزوب دوتا شخص مجزا بودن. جالب اینجاست که در شرق، یعنی در منابع شرقی، ما تا همین اواخر اطلاع چندانی از کسی به نام آزوب نداریم تو منابع شرقی، مسلمون ها و اینها خیلی کم، اگرم اشاره شده اینها رو به صورت مجزا نیاوردن، یه چیزی، یه روایتی از منابع غربی بوده، و در منابع غربی هم ما چیزی به نام لقمان رو شاهد نیستیم تا همین اواخر. خب یه عده‌ای این وسط، این نکته رو اضافه بکنم، لقمان شخصیتی بسیار بسیار مهم نزد مسلمان ها هستش. برای چی؟ برای اینکه سوره ای با نام لقمان در قرآن اومده و
خودتون باید بدونید که این شخصیت از لحاظ درجه چقدر میتونه بالا باشه. حتی در برخی موارد لقمان رو توی تفاسیر اومدن و در حد پیامبر هم بالا آوردنش، در حالی که خب چنین برداشتی رو حداقل ما نداریم از این شخصیت. نکته دیگه که در مورد عازب و لقمان وجود داره که این پیوند رو شدیدتر میکنه در مورد ظاهر این دو، اگر تیپ ظاهریشون رو بخوایم بررسی بکنیم، ما در مورد لقمان چیز زیادی دستگیرمون نمیشه، ولی در مورد عازب اومده که این شخصیت زشت رو بوده، یعنی چهره زشتی داشته، گوش پشت بوده، یعنی از لحاظ فیزیکی و ظاهری چهره مناسبی نداشته. حالا جالب اینجاست که در ارتباط با لقمان هم ما یه حکایت داریم از قول لقمان که به این صورته: او را گفتن چه زشت روی، گفت بر نقش عیب میگیری یا چهره نگار را معیوب میدانی. خب اینجا هم دوباره یه پیوند دیگه بین لقمان و جناب آقای عازب. گفتیم از لحاظ زمانی یکیان، یه بنده خدایی، یه راهب بیزانسی قرن 13 میاد میگه ایشون اهل حبشه بوده. گفتیم که گفتن فریگی و اینها، این فریگی رو تو ذهنتون داشته باشین، جالب میشه، با این حبشه یه پیوندهایی داره. و خب یه سری روایتاشون هستش که یکسان خودتون میتونید جستجو بکنید این پیوندهای بین داستان عازب و لقمان رو، و نکات خیلی خوبی رو خواهید یافت. ولی مسئله اینجاست که این وسط به همون دلیلی که نام جناب آقای عازب توی اون منابع اومده و نام جناب آقای لقمان این سمت اومده، خیلی ها هستن از هر دو سمت که عنوان میکنن نه، این دوتا شخصیت یکی نیستن. این طرف خیلی از مسلمون ها، محققین مسلمان میان میگن که چون جناب آقای لقمان حکایت هایی که براش اومده، این حکایت ها حکایت هایی هستش که عرفانی هستش، بیشتر عارفانه است، و از اون طرف حکایت هایی که از قول عازب اومده و 100% ما میدونیم برای عازب هست، بیشتر دنیوی هستش، از این نظر ما نمیتونیم این شخصیت عرفانی رو که نامش در قرآن هم اومده ما بیایم برابر بکنیم با یه شخصیت یونانی که خب میدونیم توی چه فضا و جامعه‌ای بزرگ شده، فضایی که کفرآمیزه. از این نظر این تحلیل ها رو میرن و بیشتر هم روی این تکیه میکنن که این روایت هایی که به این دو نسبت داده شده یا شباهت دارن، اینها بعداً در گذر زمان بوده که انتقال پیدا کرده. خیلی خب ما هم قبول میکنیم، ولی فقط یه بهانه میگیریم که ببینیم این داستان اون فریگیه که گفتم یادتون باشه و این حبشه ما رو به کجا میرسونه. از اون طرف هم اون دانشمندان و محققین غربی هم میان میگن که خب این لقمان یه کاراکتر تقریبا اسلامی هستش، دینی هستش و مربوط به شرق میشه، و اگه ما بخوایم بگیم این عازب همون هستش، همون لقمان هست، اون موقع دو تا مشکل پیدا خواهیم کرد. یکی این که جغرافیای باستانی میرزه به هم، همون مسئله‌ای که ما روش خیلی تاکید داریم، و دومی هم این که اگر به این مسئله هم آگاه نباشن و دنبال این هم نباشن، اون بحث نجات پرستی هستش که اون سو دارن و خیلی دوست دارن عنوان کنن که همه این افتخارات بشری مختص به اون بر دنیا هستش، از فیلسوفان و بزرگان علمی گرفته تا بزرگترین داستان سرای دنیا که کسی نیست جز عازب یا لقمان. اما بریم یه مقدار راجع به لقمان، دوباره خاستگاهش و موقعیت جغرافیاییش، یه مقدار راجع به ایشون هم براتون توضیح بدم و بعد دوباره برگردیم سر عازب. در مورد لقمان آوردن که اهل حبشه بوده، یک غلام و برده حبشی بوده و نزد بنی اسرائیل بوده. یعنی اگر قبول کنیم که بنی اسرائیل از ابتدا همینجا بودن، باید قبول کنیم که جناب آقای لقمان هم ساکن همین حدود بوده، یعنی از حالا حبشه که اینجا میشه به بردگی آورده شده در این نواحی. در مورد محل دفن لقمان هم آوردن که در میان مسجد لقمه یا لقمه از شهرهای فلسطین یا همین اسرائیل امروزی که قبر 70 تن از انبیای دیگه هم اونجا هستش، ایشون رو خاک کردن. اما
یک مورد دیگه هم هست که عنوان میکنن در شمال بغداد بوده، یعنی توی این حوالی. حالا کدوم یکی از اینها هست؟ ما همون فرض اول میگیریم، یعنی اسرائیل. خب جغرافیه لقمان همونطور که دیدید به بنی اسرائیل، یعنی موقعیت و جغرافیایی که بنی اسرائیل هست مرتبط میشه. و توی ویدیوهای مختلفمون که در ارتباط با موسی، ابراهیم و دیگر پیامبران یهودی یا بنی اسرائیل صحبت کردیم، گفتیم که این اقوام توی نواحی نزدیک به زاگرس ساکن بودن، یعنی جغرافیاشون باز نزدیک میشه بشی به جغرافیایی که کوروش بزرگ هم به اون نزدیک، خاستگاه کوروش بزرگ که پارس باشه به اونجا نزدیکه. اما بریم اینا رو بزنید گوشه ذهنتون نگه داریم، بریم سراغ دوباره جغرافیای آقای ازوپ. گفتیم که یکی از اصلی ترین موارد فریگیه هستش که عنوان میشه جناب آقای ازوپ ساکن اونجا یا اهل اونجا بوده. حالا این فریگیه یه شاه اسطوره‌ای داشتن به نام میگدون، و این میگدون رو اگر جستجو بکنید شما به میگدونیا یا سرزمین میگدونیا خواهید رسید که توی نقشه های قدیمی در نواحی شمال عراق امروزی جانمایی شده. البته در ارتباط با این میگدونیا که توی شمال عراق هست اومدن گفتن که این مربوط میشه به زمان آنتیوخوس، آنتیوخوس سلوکی، و بناشو اون گذاشته که در اصل میشه گفتش همون بازسازی هستش، بازسازی شهر اگه اشتباه نکنم نسیبین میشه، یه شهر مهم و استراتژی هم بوده در دوران ساسانی و نبردهایی که بین ساسانی ها و رومی ها هم بوده، راجبش صحبت کردیم. حالا این شهر رو اومدن گفتن که این میگدونیای آقای آنتیوخوس بوده که بازسازیش کرده و حالا اسمش هم عوض کرده. اونجا یک رودی هم وجود داره به نام میگدونیوس اگه اشتباه نکنم. حالا صحبت میکنن میگن که این نامها، نامگذاریایی که شده یونانیزه کردن منطقه بوده، یعنی یونانیایی که بعد از جناب آقای اسکندر وارد این منطقه شدن هر جا میرسیدن این اسما رو برمیداشتن بنا به اون اسمای منطقه خودشون تغییر میدادن. خوش اینم میگیم اصلا قبول، این میگدونیا هم با اون میگدونیا ربطی نداره. پس راجع به شاه فریگی گفتیم که میگدونیا بود اینجا بود، میگدونیا یه دونه اینجا ما پیدا کردیم. بریم جلوتر ببینیم که چیز دیگه هم پیدا میکنیم که باز اینا رو بکشونیم این سمت، سمت خودمون یا نه. خب گفتیم لقمان اهل اتیوپی بود یا همون حبشه. جناب آقای پلنیدوس هم رو راهب بیزانسی هم اومده گفته که ازوپ هم اینا اهل اتیوپی بوده. اینجا اون بخش مهمی هستش که تطابق جناب آقای ازوپ و لقمان خیلی خیلی مهم میشه، چرا که اگر این تطابق درست باشه پس جغرافیای اتیوپی هم میتونه به ما در حل مسئله کمک بکنه. حالا وقتی به داستانهای ازوپ و لقمان دقت بکنیم، اون چیزهایی که منتسب شده، حالا به صورت کلی هر داستان و قصه‌ای که منتسب به اونها هست و ما بیایم بررسی بکنیم، میبینیم که توی این داستانها یک شباهت‌های ریزی به داستانهای کلیلو دمنه پیدا میشه. کلیلو دمنه ای که ریشش رو در پنچاتنترای هندی باید جستجو بکنیم، یعنی داستان هند هم میاد وسط. اما ربط هند با این جغرافیایی که ما داریم صحبت میکنیم چیه؟ یعنی نواحی شمال غربی ایران یا همون ارمنستان. برای این موضوع باید برید و ویدیوی داستان خاستگاه لورها رو از مجموعه ساسانیان به روایت فردوسی حتما حتما ببینید. اونایی که این ویدیو رو دیدن حتما میدونن که تو اون ویدیو در ارتباط با داستان و پیوند لوری ها با لورها و همینطور هندی ها و این که اون هندی که تو داستان بهرام گور ازش صحبت میشه ارمنستان امروزی هستش، یعنی با جغرافی ارمنستان سینک میشه، به اندازه کافی صحبت کردیم. و حتما حتما اونایی هم که ویدیو قبلی تاریخ به روایت هرودوت رو دنبال کردن یادشون هست توی یکی از قسمت ها که لینکش این بالا براتون میذاریم گفتیم که هیتی ها یک سری خدا داشتن، یک سری خدایان رو داشتن توی یک کتیبه هیتیایی
یک عهدنامه‌ای که بین هیتیایی ها و میتانی ها برقرار میشه، یک سری خداها نامشون میاد که این خداها خدایانی هستن که ما همون اسامی رو در نزد هند باستان، یعنی خدایان هند باستان و حتی هند امروزی هم شاهدیم. و این پیوند بین این هند و اون هند باستانی از همینجاست. خب راجع به این داستانم گفتیم، ازوب قصه هاش، روایت هاش اینن کم و بیش یه ذره بالا پایین کپی پیست شده در منابع هندی هم شاهدشیم، که بعدتر دوباره از همون منابع برمیگرده تو دوره ساسانی تو کلیود دمنه ما شاهدش میشیم. خب پس چی شد؟ یه لینک دیگه در این ارتباط که جناب آقای ازوب و جناب آقای لقمان یه پیوندهای ریزی باید با هم داشته باشن، چون ازوب خیلی خیلی فاصله جغرافیایی داره با این ناحیه‌ای که راجبش صحبت کردیم، و اینکه بتونه یک شخصی هر چقدر بزرگ هم باشه از اون جغرافیای بعید چنین تأثیری رو روی مردمان و آداب و فرهنگ و اون قصه ها و روایت های مردم محلی یه ناحیه بسیار دورتر از خودش بتونه بذاره، یک مقداری بعیده. پس ما باید بریم سمت چی؟ سمت داستان لقمان و همینطور اون داستانی که جناب آقای پلانیدوس بیزانسی عنوان میکنه، یعنی خاستگاه اتیوپیایی ازوب یا لقمان. راستی هند رو هم اینجا دوباره تو ذهنتون داشته باشیم، پس شد فریگی، هند و ارمنستان هم داشته باشید. بریم جلو، حالا راجب اتیوپی رو بازترش بکنیم، داستان قشنگ و قشنگتر میشه. خب از اتیوپی به کوش میرسیم، اسمی که یهودی ها بیشتر در ارتباط با حبشه و اتیوپی ازش استفاده میکنن، چرا که این سرزمین رو نسبت میدن به کوش پسر هام، پسر نوح، یعنی کوش نوه نوح. و جالبه که بدونید پسر کوش کسی نیست جز نمرود، و نمیدونم نمرود رو باید کجا جستجو بکنیم، در غرب ترکیه امروزی، در مرکز آفریقا، و یا این ناحیه که ما بهتون معرفی کردیم. بازم میبینید که برگشتیم سر خونه اولمون. اما نکته جالب اینجاست که این کوش یک پادشاهی داره در حبشه به نام پادشاهی کوش، و یک پادشاهی هم داره به نام پادشاهی کوش در کجا؟ در هند. چی شد؟ هند دوباره کوش، همون حبشه خودمون. چجور شد؟ یه کوش این برداریم، یه کوش اون برداریم، و یه هندو کش هم داریم که نمیدونم آیا با این هندو کش ما، یعنی ارمنستان و اون حبشه‌ای که ما میخواییم بهش برسیم هم در پیوند هست یا نه. بریم جلو ببینیم که میتونیم اینا رو هم چفت بکنیم یا نه. خب گفتیم پادشاهی کوش در این حوالی، یعنی کجا؟ یعنی نواحی کوچ و بلوچ، ببخشید بلوچستان. گفتم کوچ و بلوچ؟ بریم یه سر به شاهنامه بزنیم. پس گستم اشکش تیزگوش که با زور و دل بود و با مغز و هوش، سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ، سگالیده جنگ و برآورده خوچ. گفتیم بلوچستان، کوچ و بلوچ. جدا اینکه این کوچ منو یاد کوچان میندازه، و بلوچ هم منو یاد بلوس، که خودتون میتونید جستجو کنید ببینید داستانشون از چه قراره. مسئله مهمتر اسم فرمانده این کوچ و بلوچ ها هست که اسمش اشکشه، و نمیدونم آیا با شنیدن اسم اشکش شما یاد گروهی به نام اشک نازی ها، اشکانیان و غیره میفتید یا نه. همون گروهی که تمرکزشون حداقل تو دوران ساسانی تو همین نواحی چی بوده؟ نواحی ارمنستان بوده. یعنی ما این نام ها اشکانیان رو، پارتیان رو در این هول و هوش و جغرافیا شاهد هستیم. و مورد بعدی هم که از همین بیت خارج میشه اون صفتی است که به اشکش داده فردوسی، تیز گوش. تیز گوش دو تا معنی میتونه داشته باشه، یکی نک تیز، یکی دیگه هم تیز هوش. ما با تیز هوشش زیاد کاری نداریم،
تیز گوشش منو یاد سکاها و داریوش و البته سکاهای تیز خود که کلاه خودشون تیز بوده میندازه و البته نواهی در نمرود داغ با چنین مجسمه هایی. واسه اون کوچان و بلوس رو حتما برید راجبش تحقیق کنید، نکات خیلی خیلی ریز و قنج و منجی داره که با مزه هستن، خیلی طولانی میشه بخوام راجبشون صحبت بکنم. و بریم ببینیم که این اشکش برای ما دیگه چی داره. خب جدا از این که کوچ و بلوش در پیوند با مکران باستانی هستن یا همون مکران باستانی، ما از داستانایی که شاهنامه برامون نقل میکنه میدونیم که اشکش به فرمان روایی مکران هم برگزیده میشه. و اگه شما ایل مکریانی رو که یک ایل کرد هستش این ایل رو جستجو بکنید، باز هم به همین نواحی که خدمتون عرض کردیم خواهید رسید، یعنی همین نواحی که هند باستانی، ارمنستان، کوچ و بلوچ و کوش که پادشاه کوچ و بلوچ بوده یا همون پادشاهی کوش یا اتیوپی خواهید رسید. خب فکر میکنم به اندازه کافی جغرافیا رو تو ذهنتون به هم ریختم. الان فکر کنم دیگه ندونین هند کجاست، کاشان کجاست، کوشان کجاست، بلوچستان کجاست، سیستان کجاست و یونان کجاست. و از همه مهمتر فریگی، تا یادم نرفته راجب فریگی ما یه نکته دیگه هم داریم که البته دوتا نکته است. یکی کلاه فریگیه که معروفه، همونطور که تو تصویر میبینید این کلاه کلاهی هستش که میترا یا همون میتراس که تو منابع هیتی قدیمی ترین سندی هست که بهش اشاره شده بر سر میترا، الهه میترا دیده میشه و معروف هست به کلاه فریگی، مادی و همینطور میترا. و نکته جالبترش اینه که این کلاه رو سر ارمنی‌های قدیمی هم ما میبینیم. و آخر سر هم میرسیم به آرمن و فریگی ها، یعنی اجداد ارمنی ها و فریگی ها. البته خیلی اومدن گفتن که این فریگی ها و ارمنی ها از غرب به شرق اومدن و شما هم حتما این گفته این عزیزان رو قبول بکنید. میبینید که دست ما کاملا خالیه و تا اینجا هم هیچ سندی ارائه نکردیم برای اینکه بگیم اون چیزی که میگن تو غرب بوده یا توی شرق بوده همشون یه جورایی ور دل خودمون بوده. امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشین. فقط اینکه اگه از برنامه استفاده کردی و میبینی که ما توی یه مسیر درستی داریم حرکت میکنیم، حتما با حمایت کردن از کانال، اشتراک گذاشتن، لایک کردن و اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب بکن و مشترک کانال بشو، میتونی به رشد کانال کمک زیادی بکنی. حمایت مالی هم اگر در توانتون بود ما رو خوشحال میکنه. تا درودی دیگر، بدرود.